پادکست سیاسی روز در ایران آزادی، تحلیل مهمترین مسائل روز. به پادکست تفسیر سیاسی روز گوش می دهیم. خامنه‌ای یک سال بعد از آغاز جنگ غزه به سرنگونی نزدیکتر شده است. چرا رژیم ایران در 7 اکتبر سال گذشته جنگ غزه را آغاز کرد؟ از همان روزهای آغازین این جنگ اهداف خامنه‌ای از جنگ روشن بود. سد بستن در برابر قیام اصلی ترین عاملی بود که خامنه‌ای برای تحقق اون به دنبال جنگ افروزی در منطقه رفت. اول خامنه‌ای با کسب یک پیروزی بزرگ سری میخواست موقعیت حکومتش رو به عنوان ژاندارم منطقه تثبیت بکنه. این امر میتونست به عمر نظام اضافه کنه. همچنین میتونست از این دستاورد برای باجگیری بیشتر و گسترش توان اتمی و موشکیش و شکستن محاصره و انزوای منطقه‌ای و جهانی خودش استفاده کنه و به این ترتیب یک راه خروجی برای شکستن تحریم‌ها پیدا کنه. دوم، خامنه‌ای در مسیر انقباض و جراحی باندهای حکومت و آوردن رئیسی شکاف و گسل‌های بزرگی در درون نظامش ایجاد شده بود. در صورت پیروزی، هژمونی خامنه‌ای در سیستم تقویت می‌شد و تا حدی شکاف‌ها بسته می‌شد. سوم، خامنه‌ای به دنبال این بود که تضاد اصلی منطقه تماماً روی حکومتش متمرکز شده بود رو عوض کنه و به سمت موضوع غزه بکشونه. در این صورت میتونست برای نظامش عمر بخره. اشتباه محاسبه استراتژیکی خامنه‌ای کجا بود؟ رژیم روی واکنش اسرائیل اشتباه محاسبه داشت و تصور نمی‌کرد که این کشور این جنگ رو با هر قیمتی تا کمرشکن گردن نیروهای نیابتیش ادامه بده. خامنه‌ای روی ورود کشورهای عربی به این جنگ نیز اشتباه محاسبه داشت و هیچ کشوری وارد این جنگ نشد. همچنین روی عدم ورود آمریکا هم اشتباه محاسبه داشت و آمریکا وارد شد و حمایت کاملی کرد و 1200 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی و پشتیبانی کرد. خامنه‌ای به چنین نفوذ گسترده طرف مقابل در سر تا پای سپاه و نیروهای نیابتیش اشراف نداشت. حکومت ایران در استفاده از نتایج گروگانگیری به عنوان ابزار فشار هم اشتباه محاسبه داشت. اما مهمترین اشتباه محاسبه خامنه‌ای در این جنگ زمان جنگ بود و اینکه فکر میکرد در کوتاه مدت تمام میشه. اما این جنگ ادامه یافت و به شدت رژیم رو درگیر خودش کرد. موقعیت کنونی خامنه‌ای در جنگ. موقعیت کنونی خامنه‌ای و ضرباتی که دریافت کرد. 1. کلان ضربه به عمق استراتژیک رژیم ایران، طوری که توان جنگ افروزی خودش رو از دست داده و امکان بازسازی اون رو نخواهد داشت. 2. کلان ضربه اقتصادی، اینکه تا همینجا بیش از 100 میلیارد دلار در این جنگ خسارت دیده. 3. کلان ضربه نظامی دستگاه نظامی نیروهای نیابتیش به ویژه حزب الله کمرشکن شد و بازسازی اون دیگه امکان پذیر نخواهد بود. 4. کلان ضربه به اعتماد نیروهای نیابتیش در منطقه و رو شدن دجالیت و فریب خامنه‌ای در سوء استفاده از نام فلسطین. 5. ضربه به هژمونی خامنه‌ای و افزایش شقه و شکاف در درون حکومت. سرنگونی لازمه جلوگیری از جنگ. 6. شکست توطئه خامنه‌ای برای قربانی کردن محمود عباس و الفتح و جایگزین کردن اونها با نیروهای تحت فرمان خودش، تا جایی که الان حمایت از سیاست دو کشوری تحت فرماندهی دولت مرکزی فلسطین مسئله اصلی جهان در مورد فلسطینه. 7. کشورهای جهان و به خصوص قدرت‌های بزرگ به رغم سیاست مماشات بیش از هر زمانی دارن به این واقعیت میرسن که تنها راه برای خلاصی از تروریسم جنگ افروزی و اتمی شدن رژیم سرنگون کردن اونه. سرنگونی رژیم و اندیشیدن به اون دیگه برای قدرت‌های استعماری هم مرز سرخ نیست. 8. برایند نهایی تمام ضربات وارده به حکومت
و خامنه‌ای به صورت قانونمند در باز شدن راه قیام خودش رو نشون میده. خامنه‌ای با این جنگ میخواست راه قیام رو ببنده، ولی با توجه به ضربات کمرشکن و استراتژیکی که خامنه‌ای در یک سال گذشته خورده، میتوان گفت که چشمانداز قیام همراه با افزایش امید و باور به سرنگونی بیش از هر زمان دیگه‌ای مطرح شده و یک فرصت طلایی و تاریخی برای مردم ایران و رهایی از شر حکومت فراهم کرده. واقعیت اونه که سرنگون کردن دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی حاکم تنها به دست مقاومت سازمان یافته مجاهدین امکان پذیره. استراتژی کانون‌های شورشی اکنون به صورت یک رویکرد همه جانبه مبارزاتی در حال بسط و گسترش بین جوانان میهنه. قطعاً فردا بسیار دیر خواهد بود و باید از همین امروز آغاز کرد.